به گزارش خبرگزاری KCNA رسانه رسمی و دولتی کره شمالی، آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایان نشست 5 روزه حزب حاکم کارگران کره در پیونگیانگ با تعیین اهداف اقتصادی، نظامی و سیاست خارجی کره شمالی در سال 2024 گفت که در سال جدید این کشور 3 ماهواره جاسوسی جدید رو به فضا پرتاب خواهد کرد و تسلیحات هسته‌ای بیشتری رو تولید میکنه و خواستار توسعه تجهیزات قوی جنگی بدون سرنشین از جمله پهپادهای تهاجمی و جاسوسی و همچنین ابزارهای جنگ الکترونیک شد. رهبر کره شمالی در ارتباط با روابط دو کره گفت که امکان اتحاد آشتی میان دو کره وجود نداره و کره شمالی و کره جنوبی کشورهای متخاصم در حال جنگ هستند و هیچ شانسی برای این اتحاد وجود نداره و سئول کره شمالی رو دشمن اصلی خودش معرفی کرده. رهبر کره شمالی خواستار تغییر اساسی در برخورد با کره جنوبی شد و استقرار دارایی‌های استراتژیک ایالات متحده آمریکا در شبه جزیره کره و منافع نظامیش با کره جنوبی رو محکوم کرد و قول موضع تهاجمی تر و جدی تر علیه ایالات متحده آمریکا داد. رهبر کره شمالی گفت که اگر ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به دنبال رویاروی نظامی با ما باشند، ما در انجام یک اقدام حیاتی علیه اونها از طریق بازدارندگی هسته‌ای تردید نخواهیم کرد. به ارتش هم دستور داد تا در صورت هر گونه حمله برای ساکت کردن کل قلمرو کره جنوبی از جمله با بمب هسته‌ای در صورت لزوم آماده باشند. آقای کیم جونگ اون گفت که اگر نگاهی بکنیم به اقدامات تقابلی نظامی نیروهای دشمن، دیگر جنگ یک مفهوم انتزاعی نداره و یک مفهوم واقعی داره. در همین ارتباط آقای یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی هم امروز دوشنبه اعلام کرد که متعهد هستش به تکمیل سریع سامانه دفاع موشکی برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی.